با سلام مجدد به بخش دیگری از برنامه پیوند با مردم، برنامه زنده، در حضور دوست ارجمند جناب برامرز فرزنده هستیم. افتخار دادن از شمالی کالیفرنیا تشریف آوردن که مهمان ما باشند. یکی دو ساعتی در خدمت ایشان هستیم. سوالات جامعی از ایشان شد که شما نسخه های این سوالات رو در یوتیوب، همینطور در فیسبوک و در آرشیو خود پیوند تیوی می توانید که ساعتی بعد ملاحظه بکنید و احتمالاً در وبسایت خودشون و همینطور در فیسبوک خودشون شاید که بتوانید اونها رو ببینید. سوالات مختلفی که از ایشان شد، به اینجا رسیدیم که نگرش هستی شناسی ایشان رو سوال کردم و ایشان ترجیح دادن که در یک فرصت بیشتری برای گسترش مطلب به این مطلب اشاره بکنند و پاسخ بدهند. ولی تجربه من معمولا با همه کسانی که در طول این سالهای زیاد صحبت کردیم در این مورد این است که نگرش اونها وقتی که راجع به خلقت و آفرینش سوال میشه، بیشتر از دریچه اعمال و رفتار و برداشت های مردم نگاه میکنن به موضوع و کمتر دیده میشه که ما قادر باشیم که مستقل از تأثیر آثار اندیشه های مردم و رفتار مردم و افکار مردم و نوشته های مردم بتوانیم که مستقل از اینها در واقع دقت بکنیم و ناوک اندیشه خودمون رو مستقیما به سوال مطرح بکنیم و ارتباط بدهیم. معمولا رفتار و کردار مردم و گفتار و نوشته ها و به طور کلی دین و برداشت های دینی مزاحم نگرش مستقیم ما به موضوع آفرینش میشه که همطور که اشاره فرمودن اون رو رها میکنیم و به بخش دیگری از سوالات هم از ایشان سوال میپردازم. سوال من در این قسمت جناب فرزنده از جناب علی اینه که نگرش اقتصادی شما و سلیقه اقتصادی شما در جهان امروز چگونه است و به کدام یک از مکتب‌های اقتصادی پذیرش دارید؟ کدام یک از مکتب‌های موجود اقتصادی دنیا رو در جهت عدالت می‌بینید و در جهت رفاه جامعه می‌بینید؟ ببینید، من فقط میتونم نظر خودم رو نسبت به این ماجرا بیان بکنم. بین مکتب‌های مختلف اقتصادی و مکتب‌های مختلف اجتماعی سیاسی که چون نمی‌شود اینها رو از هم جدا کرد، بیشتر من فکر می‌کنم راه‌حل‌های مناسبی رو داره. البته همه اینها باید دستکاری‌های خودش رو به تناسب زمان خودش روش بشه. من سوسیال دموکراسی رو تا حد زیادی جوابگوی بخش عمده ای از نیازهای مردم در زمانه خودمون میبینم، به خاطر اینکه اگر دقت بفرمایید امروز ما با دنیای حیرت انگیزی مواجه هستیم. آیه دکتر آقاسی، یک پیشبینی داره به ما میگه که تا سال 2023، یعنی تا 6 سال دیگه، 53% از شاغلین جهان کارهای خودشون از دست میده. 53% خطر بیخ گوش همه ابنای بشره و کسی توضیح نمیده که این 53% رو خب چجوری میخوان جبران بکنه. اگر چنین پیشبینی درست باشه، همه مناسبات اقتصادی، همه این تعاریف چاره‌ای جز یک دگرگونی اساسی
ندارند. فقط یه لحظه فکر بکنید که 53% از مردم علاوه بر حالا بیکارانی که هستن، حالا 53% هم کاراشون از دست بدن و این کارها رو به کیا دارن از دست بدن؟ دارن این کارها رو به ربات‌ها از دست میدن، به اتوماسیون بیشتر دارن از دست میدن. یعنی در جنوب کالیفرنیا نمیدونم، اینجا در شمال کالیفرنیا همین امروز که من میومدم 3 یا 4 ربات بودن که شما برای بعضی از نیازاتون به ربات ها مراجعه میکردید. در بزرگترین مالی که در شمال کالیفرنیا در منطقه سن حوزه ما داریم، چند تا از سکیوری گارد هایی که عامل نظم و انضباط داخل مال هستن، آدم ها جاشون به ربات ها دادن. بنابراین واقعا پاسخی که امروز ما به این سوال بدیم معلوم نیست حتی تا 2 سال دیگه قابلیت اجرایی داشته باشه و معنایی داشته باشه. از سوی دیگه این خودکامگی سرمایه در جهان ما که امروز دیگه سرمایه در حد جهانیش مطرحه، همه زندگی بشر رو در معرض مخاطره قرار داده. شما نگاه کنید به اون چه که داره اتفاق میفته، در اطراف خود ما داره اتفاق میفته. یه آدمی فقط به صرف این که توپ رو درست میندازه تو حلقه بسکت، سالی 200 میلیون، 300 میلیون درآمد داره. نگاه کنید به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، یه بساز بفروشه، یک بساز بفروشی که برند نیم رو میفروشه و چیزایی رو که میسازه میفروشه. و امروز که آمده همین آدم در سمت مسئولیت اداری یک مملکت قرار گرفته، شما نگاه میکنید که نمیتونه اداره کنه، قادر نیست اداره بکنه. شاید هم مأموریتی که دارن براش این است که یه مقداری این افتضاح رو بیشتر از این بکنه. ما به سوی دنیایی میریم که چندین جریان متضاد در اون در حال اتفاق افتادن. از یه طرف گلوبالیسم یعنی جهانی شدن یک پدیده اجتناب ناپذیره. یعنی ببینید، این سلفون من، این کامپیوتر شما، این دوربینی که شما رو روی چندین رسانه اجتماعی میفرسه، در حال حاضر 100 نفر، 200 نفر، 2000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر میتونن ما رو ببینن. این یه پدیده ملی نیست، این یه پدیده جهانیه. امروز شما اگر که فرض بفرمایید بخواید که من از یه فاجعه ای که در یکی از دهات هند اتفاق افتاده مطلع بشید، کافی 30 نفر یه سلفون در اون ده داشته باشه، شما چند ثانیه بعد متوجه میشید. بنابراین این یه روندی است که امکان نداره شما بخواید برگردید با ناسیونالیسم مهارش بکنید. با مکتبای مهار کننده که قدرت دید جهانی ندارند بخواید اینو مهار بکنید. همه این مجموعه درسته که به نوعی رفاه رو برای بشر بیشتر میاره، خیلی امکانات رو، امکان دسترسیش رو بیشتر میکنه، ولی سوال اساسی رو باقی میگذاره. این جامعه که بر مبنای این تعاریف اقتصادی استوار شده، بر مبنای این تعریف از کار و درآمد و زندگی استوار شده، این چگونه باید تغییر پیدا بکنه که روپای خودش بایسته؟ محیط زیستی که کاملا مشخصه چه نقش اساسی در زندگی بشر داره، ما فقط به تخریبش مشغولیم. در همین جنوب کالیفرنیا میلیون ها واحد ترافیک انجام میشه در روز، در 24 ساعت. این چه تأثیری در تخریب محیط زیست داره؟ تمام اینها اون مسائلی است که ما رو اگر بخوایم که بگیم به کدوم مکتب فکری تعلق خاطر داریم، ما باید اینا رو ببینیم. بعضی از این پرسش ها کسی براش پاسخ نداره. اینکه گلوبالیسم به کجا منتهی میشه من که نمیدونم، شما هم نمیدونید،
خیلی از این بزرگانی هم که امروز در سطح خیلی تضاد در این کار میبینیم آقای فروزنده. از یه طرف جهانی شدن یعنی متصل شدن منافع و مرتبط شدن منافع مردم، و از طرفی میبینیم که همین جهانی شدن به تجزیه نیروها و جدا کردن مردم در سطح سیاسی ادامه میده، که یک تضادی در اینجا وجود داره. یعنی از یک سو اقتصاد جهانی شده یا اقتصاد جهانی شدن اقتضا میکنه که مردم و منافع مردم و امور مردم به هم نزدیک و بیشتر متداخل بشه، و از طرف دیگه میبینیم سیاستی که این کار رو مدیریت میکنه کاملا در جهت معکوس حرکت میکنه، یعنی افراد رو جدا میکنه، ملتها رو جدا میکنه، طبقه بندی میکنه. و چطور شما این کانفلیکت و این تضاد رو توجهش نمیکنید؟ نه توجه میکنید. ببینید ببینم چجوری نگاه میکنید به این موضوع. به نظر من جهانی شدن هنوز کاملا درک نشده. یکی از مظاهر و ما این ابزاراش رو داریم میبینیم، جهانی شدن هنوز فرهنگش مشخص نیست که تابع چه قواعدیه، چه اصولی رو طی میکنه. ببینید جهانی شدن پدیده‌ای است که تفکرات اقتصادی برای ما فراهم نکرده، رشد تکنولوژی برای ما فراهم کرده. در طول چندین دهه گذشته ورود کامپیوتر، ورود تکنولوژی ارتباطی مدرن، ورود اینترنت، اینا ظاهرا ما به صورت یک ابزارهایی بهش نگاه کردیم برای تسهیل کار خودمون، ولی اینها کل نهادهای بشری رو زیر تاثیر داره قرار میده. شما نمونه های کوچک رو باید نگاه کنیم بهش، مثلا همین تکس به هم دیگه میزنیم و اصلا خبر میکنیم. تکس، همین عامل تکس، همین عامل ارتباطی آسون بسیاری از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی ما رو زیر سوال برده و اصلا از این برده. یعنی شما دیگه با اونا کاری ندارید. ببینید قبلا شما با فرزند کوچکی، دختری در خونتون داشتید یا پسری در خونه داشتید، یه دونه تلفن بود اونجا. به هر حال شما به عنوان پدر یه حالت نظارتی رو بر خانواده داشتید که این ارتباطات چیه. حالا نه دختر شما نه پسر شما، هیچ کدومشون میتونن تمام مناسبات و روابطشون رو انجام بدن بدون اینکه شما اطلاع داشته باشید، از طریق وسیله‌ای که در اختیارشون هست. این حال نمونه خیلی کوچیکشه. اثرات بزرگ شما نگاه میکنید در آفریقا، در کشورهای فقیر آفریقایی، در بسیاری از اینها شما این آیفون های گرون قیمت رو میبینید دست مردم. آه. که البته انواع متناسب شو فرستادن به اونجا و اونجاها دارن از این استفاده میکنن. این چه فرهنگی رو به دنبال خودش میاره؟ من نمیتونم تعریف کنم که این فرهنگ چه جور فرهنگی است. نمیدونم هم افراد زیادی هم میتونن. حالا این اتفاق افتاده. از یه طرف سرمایه‌داری در شکل پیشرفته جهانیش کماکان میخواد سرمایه رو در اختیار خودش بگیره، حاضر نیست چیزی پس بده، حاضر نیست توزیع مجددی در سرمایه بشه. دقیقا آقای فرزنده سوال من همین بود که نقش سرمایه داری با جهانی شدن، این برخوردی که اینها با هم دارن چطور، این که فرمودید اگر مشکل اگر حل بشه، اگر راه حلی براش پیدا نکنیم به قیمت خسارت عمده در بشریت تمام میشه. یعنی ما باید یک راه حلی براش پیدا بکنیم بین این عدم تعادلی که الان وجود داره. ببینید فرض کنید در خود ایران ما نگاه کنید، در خود ایران ما که یک کشور غنی ثروتمند نفتی هست، این عدم تعادلی که شما در طبقات مختلف اصلا نبودیم تا قبل از انقلاب، به این شکل اصلا نبود. همین اگر آقای محمد الان بیاره توی صفحه گویا برین اون پایین، آپارتمانی رو در ایران آگهی فروش دادن که 4.5 میلیون دلاره. 4.5 خیابان فرشته، ساختمان ورسای، 4.5 میلیون دلاره. ببینید این چه در سطح ملیش، چه در سطح بین المللیش و در سطح جهانیش
ما ناچاریم به یه توضیح مجدد و نگاه مجدد و تعاریف مجدد، وگرنه کسی از این ماجرا جون سالم به در نمیبره. آقای فروزنده، در بسیاری از موارد تعاریف همطور که خودتون اشاره فرمودید کاربرد خودش رو از دست داده. مثلا ما وقتی به سوسیالیسم فکر میکنیم یا نظر میدیم، از نقطه نظر رابطه سوسیالیسم با مالکیت میگیم چون مالکیت فردی در سیستم های سوسیالیستی وجود نداره و مالکیت دولتی به جای مالکیت فردی به وجود اومده، نتیجتاً اینها از عدالت بیشتری برخوردارن، به خاطر اینکه ثروت و مالکیت به نمایندگان مردم داده شده و اون نمایندگان مردم به تساوی بین مردم قسمت میکنن. خیلی خلاصه و مختصر میخوام عرض بکنم، ولی ما میبینیم که در عمل دو جور حکومت در دنیا هست که هر دو حکومت هم با توجه به اینکه یکیشون مثلا کاپیتالیسته یکیشون سوسیالیسته، ولی اون سوسیالیسته دولتی است که سرمایه دار شده، کاپیتالیسته سرمایه ای است که دولتی شده. یعنی یک کاپیتالیست اگر دولت نباشه چطور میتونه کاپیتالیست باشه؟ سوال مطلب من رو خوب توجه بکنید. یک وقتی یک سرمایه دار دولت میشه، یک وقتی یک دولتی سرمایه دار میشه. وقتی دولت سرمایه دار میشه میگن سوسیالیستی است. وقتی که فرد سرمایه دار دولت میشه میگن کاپیتالیستی است. ولی اگر نگاه بکنید هر دو سرمایه با قدرت با هم دیگه ترکیب شده و الان در دنیا شما حکومتی سراغ دارید که چه کاپیتالیست باشه چه سوسیالیست، همه اینها سرمایه یا دست فردی است که به قدرت میرسه یا قدرتی است که سرمایه فرد رو میگیره. شما چه توجیهی دارید برای این نظامی که در دنیا چه سوسیالیست باشه چه کپیتالیست باشه به طرف سرمایه داری پیش میره؟ والا به نظر من هیچ کدوم از اینا جواب مسئله رو نمیده. به عقیده من باید قدرت در بین مردم توزیع بشه. ببینید، بذارید از یک کشوری که هر دو داریم در اون زندگی میکنیم صحبت کنیم، همین ایالات متحده آمریکا. نریم سر جاهای دیگه که من لااقل نمیشناسم. من در مورد مثلا فرض رو فرمایید که در مورد فنلاند نمیتونم نظر بدم، سیستم رو فقط یه آگاهی کلی دارم، ولی اینجا زندگی کردم. نه، اینجا یک کشوری است سرمایه‌داری کاپیتالیستی و حالا دیگه میشود گفت سرمایه های جهانی رو به خودش جلب میکنه و ظاهراً هم دموکراتیک. اما واقعیت اینجور نیست. یعنی به همون اندازه که نظام جمهوری اسلامی در پایمال کردن حق مردم ابایی نمیکنه و اون رو زیر پا میگذاره، شما این نظام پیشرفته سرمایه‌داری غربی هم همین کارو میکنه. شما بگید که چه جور توجیهی وجود داره برای اینکه شهردار شهر سن‌هوزه که سالی 250 هزار دلار حقوقشه، برای اینکه به شهرداری برسه 70 میلیون دلار هزینه تبلیغاتیش. خب اینو چه جوری؟ شما بگید که شغلی که یعنی ریاست جمهوری آمریکا که سالی 450 هزار دلار حقوقشه چجوری 1 میلیارد دلار خرج انتخاب کردن میشه؟ این چه چیزی رو میگه؟ آیا رأی من و شما به حساب میاد وقتی شما نگاه میکنی میبینید سوپریم کورت آمریکا با اون آقای اسکالیو که مرد، مرحوم نشد، مرد، آمد و اون قانون سیتیزن یونایتد رو وضع کرد که تمام کورپوریشن های بزرگ هر چقدر بخوان میتونن تو صندوق انتخاباتی بریزن و در انتخابات شرکت بکنن، آیا حق من و شما تضییع نشد؟ 100%. یعنی دیگه من و شما حرفی برای زدن در این سیستم نداریم. کافیست آقای دونالد ترامپ اگر دروغ نگه، اگه واقعا بیلیونره، چون تکسشو نشون نمیده، نه؟ بله. اگر این آقا بخواد میتونه تمام سنای آمریکا و مجلس نمایندگان رو در دور بعد هزینه‌های انتخاباتشون بده بخره.
آقا میتونه این کارو بکنه. بله. اصلا مانعی برای این کار وجود نداره. بله. درست؟ همینطور. خب حالا اگر اینو داریم میبینیم، اولین حقی که سلب شده، قبل از اینکه به حرفای این حرفای گنده برسیم که وسط ریشه نیست، زمانی من میتونم مؤثر باشم که من بدونم این تکرایم، تکرای من اثر داره، 50 رو میکنه 51، یا اگه ندم میکنه 49 به 51، یا میبازم یا میبرم. ولی در همین سرزمین بزرگ چجوریه؟ آیا این دموکراسی به سوی چه جهتی میره؟ فقط جهت حفظ منافع گروه های صاحب قدرت و صاحب سرمایه، و روز به روز در این جهت بیشتر داره تلاش میکنه. نگاه کنید به کابینه آمریکا. این کابینه نظامی هاست برای ترساندن مردم در سراسر جهان و سرکوب شورش های احتمالی داخلی، و بیلیونر هاست. چجوری میخواید بین اینها اصلا فکر بکنید که حالا ما برسیم به این که دولت سرمایه رو داشته باشه بهتره یا مردم داشته باشن بهتره؟ کدومشون بهتره داره میکنن؟ آقا اصلا کل قضیه، آخه مردم به محض اینکه سرمایه دار میشن دولت میشن. ببینید همینجاست، مردم حق نظر باید داشته باشن. قانون اساسی باید یه سری حقوق رو برای همه مردم ببینه. یعنی همین آقای ترامپ اگر سرمایه نمیداشت دولت نمیشد، چون سرمایه داره دولت میشود. قبلش هم مگه آقای باراک اوباما نبود؟ ثروت نداشت ولی دولت شد. یه عده‌ای آمدن پشت سرش قرار گرفتن دولت شد. تازه نمیخوام اونو توجیه کنم، اونم اشکال داشته. ببینید شما چند تا از این کاندیداهای ریاست جمهوری دیدید که معلم مدرسه بوده، رفته خودشو کاندیدا کرده، بعد تونسته 5 میلیون دلار 10 میلیون دلار جمع رو در نظر نگیرید آقای فروزنده، شما نمایندگی اینها رو در نظر بگیرید. وقتی من عرض میکنم ثروتمنده، حالا یک کسی مثل این آقا ممکنه که خودش ثروتمند باشه ولی نماینده ثروته. قصد من اینه که ثروت دولت میشه. در ایالات متحده آمریکا اگه بحث کنیم، حرف شما درسته، ثروت دولت میشه و بعد تعیین میکنه چه جهتی ما باید بریم. درست؟ ولی این غلطه. تا شما اینو درست نکنید امکان نداره برسید. میخوام عرض بکنم که ما در یک دنیای گرفتار اومدیم آقای پولزنده، که یا دولت ثروت میشه یا ثروت دولت میشه. من مشکلم اینا نیست، من مشکلم اونجاست که امروز سنای آمریکا، مجلس نمایندگان آمریکا، 70% دلایل وجودیشون از بین رفته است و تحمیل سرمایه است بر مردم، در حالی که اگر مشارکت مستقیم مردم باشه کنترل سرمایه راحت تره. اگر که ما ببینید، آخه وقتی قرار شد شما عامل سرمایه رو، حق بیان یعنی حق سرمایه در این جامعه، کسی که سرمایه نداره حق بیان نداره. شما به اندازه این تلویزیون سرمایه داشتی داری حرف میزنی، من غیر از اینه؟ همینطوره. حق بیان من و شما رو میزان پول ما داره تعیین میکنه. همین. اینه که غلطه. باید یه تعادلی در این وسط وجود داشته باشه. نگاه کنید، یه مطلبی گفتم، 70% اینا وظایف موجودیتشون اصلا از بین رفته است. اصلا ما این سنای به این گندگی رو برای چی میخوایم؟ شما با این سیستمایی که الان همینجا داره اداره میشه، آیا مشارکت مستقیم و هفته یک روز در چند ساعت با دادن اینسنتیو های مالیاتی به مردم نمیشه فراهم کرد که در بسیاری از امور شخصا مشارکت بکنن، سرمایه گذاری بشه در جهت آگاه کردن مردم که آقا یا در این شرکت بکنید این امتیازات مالیاتی رو بگیرید، یا شرکت نکنید اینقدر جریمه خواهید شد، عواقب قوانین بعد رو هم خودتون باید بدید. این سیستم هم دست پابلیک باشه نه دست سرمایه. شما اگر که امروز بخواید ببینید، بسیاری از کسان هستن، بنده که جزو مخالفین سرسخت آقای ترامپ، درست، و بسیاری هستن که آقای ترامپ رو فقط مقصر میدونن، اما آقای ترامپ مقصر نیست اونقدر. شما اگر نگاه کنید در جریان انتخابات، این شبکه‌های خبری 16 تا ریپابلیکن که اینها در سطوح مختلفی آگاهی و دانش داشتن نسبت به مسائل سیاسی، همه اینا رو ترک کردن رفتن دنبال آقای دونالد ترامپ.
چرا؟ چون حرفای غیر اوغلایی بیشتری میزد، این حرفا نظر مردم رو جلب میکرد، ریتینگ این تلویزیون ها رو بالا میبرد. یعنی شبکه سی ان ان که امروز عزادار انتخاب آقای دونالد ترامپه، خودش یکی از مقصرین اصلی این بیتوجهی به منافع مردم که بوده. درست؟ همینطور. حالا اگر شما بیاید بخواید دست ببرید عامل سرمایه رو، من میگم یه میلیارد دلار یارو باید داشته باشه تا بره پای ریاست جمهوری، اگر شما پولو حذف بکنی چه اتفاقی میفته؟ شبکه سی ان ان تعطیل میشه، اصلا انقلاب میشه بر علیه شما. یعنی درست این ساختمان دموکراسی بر این اساس بر مبنای یه شکل دومینو داره، یعنی یکیشو بکشی همش فرو میریزه. ما سراغ آقای ترامپ باز میگردیم. به نظر شما مالکیت باید دولتی باشه، باید شخصی باشه، یا باید حذف بشه؟ میشه که مالکیت حذف بشه، چیزی جایشو بگیره، یا اینکه مالکیت متعلق به دولت باشه یا متعلق به مردم باشه؟ این سه حالت داره مالکیت: حذف مالکیت، دولتی شدن مالکیت، انفرادی بودن مالکیت. به نظر من یه مجموعه ای از مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی باید باشه. چون مثلا فرض رو فرمایید که بسیاری از اقدامات، این دیگه بحث کلاسیک اقتصادی، بسیاری از اقدامات اساسی زیربنایی رو اصولا بخش خصوصی بهش نزدیک نمیشه. اگر تازه این بحث خیلی بازه، اصلا محدوده نداره. همینطوره. و یعنی اگه شما در آمریکا بخواید بگید دولت رو محدود بکنید، بیشتر امکان داره شما بتونید دولت رو محدود کنید. ولی در یک کشور فقیر یا یه در کشور جهان سوم شما بخواید دولت رو محدود بکنید، مالکیت، این مسئولیتی که مالکیت دولتی براش ایجاد میکنه رو ازش بخواید بگیرید، بخش خصوصی وجود نداره که کاری بخواد بکنه برای مردم. یعنی بنابراین ما با یک نوع ترکیبی از مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی ناچار هستیم زندگی بکنیم. من سوالاتی رو که از آقای فروزنده میکنم به علت تنگی وقتی که داریم در دو ساعت از اینشون سوال میکنم. یک وقتی برای بینندگان این اشکال پیش نیاد که چرا سوالات مربوط به هم نیست. من گاهی از اوقات سوالاتی مربوط به شخص ایشونه، گاهی از اوقات سوالات هم مربوط به نظریات ایشان. ولی آقای دکتر آقاسی، من میخوام، میترسم وقت بره، من یه مطلبی رو من میخوام پیشنهاد کنم که در موردش یه مقدار صحبت کنیم. حتما. چون مسئله بسیار بسیار اساسی است. این بحثای فلسفی سیاسی رو میشود بارها کرد و در خدمتون هستم. من میخوام توجه بینندگان عزیز رو جلب بکنم به شرایط فوق العاده حساس امروز کشورم. من کدوم دوربینو باید نگاه کنم؟ من به اونجا خواهم رسید، خیلی زود خواهم رسید، ولی میخواستم برای مقدمه‌ای که به اونجا برسم برگردم. من کدوم دوربینو باید ببینم؟ شما همین دوربینی که روبرتون هست برای واقعا. من قبل از اینکه به اونجا برسم که هدف خود من هم هست، میخوام از اقداماتی که شما در همین جهت کردید، یعنی اون سوالات کلی رو فعلا رها میکنیم. از زمانی که شما به آمریکا وارد شدید، بعد از اینکه دلایل فعالیت‌های اجتماعیتون رو بیان کردید، اولین باری که ما شما رو دیدیم و با شما آشنا شدیم، خودم رو عرض می‌کنم، از طریق شبکه تلویزیون بود و اونجا ضمن برنامه‌های مختلفی که تفسیرهای سیاسی می‌کردید و ارزیابی‌های سیاسی می‌کردید، موضوعات اجتماعی رو مطرح می‌کردید، برای اولین بار من دیدم که شما یک پنلی تشکیل دادید که تا اون زمان برای ما یک چیز جدیدی بود و یک پدیده نوعی بود که سر یک میزی یک مسیحی و یهودی و زردشتی و بهائی و مسلمان و مسیحی و اینها بنشینند و بدون اینکه جنایتی اتفاق بیفته یا کشتاری ایجاد بشه، اینها با هم صحبت بکنن و بعد همدیگر رو با احترام ترک بکنن و جلسه تمام بشه. این تجربه شروع شد و شما با یکی دو چهره بسیار
معروف و در این حال ناآرام زمان خودتون مصاحبه رو شروع کردید که بعضی از اینها از راه دور بودن، بعدها این کار به استودیو کشید و بعد این کارتون رو ادامه دادید در کانال یک اگر اشتباه نکنم، و بعد از اونجا به یک تلویزیون دیگه ای که الان حافظم یاد اندیشه، و در تلویزیون اندیشه بود و همینطور در تلویزیون آقای همایون بود قبل از تلویزیون اندیشه، بعد از تلویزیون آپادانا که من هم افتخار داشتم که جزء مهمانان شما در اون برنامه ها بودم. شما چرا این کاری کردید؟ و شما که خودتون میفرمایید که شخص خودتون من میگید غیر مذهبی هستید، چرا موضوع مذهب رو در جامعه مطرح کردید؟ ببینید من قصد تبلیغ مذهب رو نداشتم، قصد تبلیغ هیچ نوع مذهبی رو نداشتم ندارم، اما انگیزه اصلی شروع این کار همونطور که پاسخ ناقصی در ساعت شروع برنامه خدمتون دادم این مطلب بود که من وقتی متوجه شدم تا این همه تضعیف و تضییق در مورد حقوق بهائیان در ایران وجود داره، به عنوان یه آدمی که اومده بود همکاری کرده بود با سایر دوستانش در ایجاد کمیته دفاع از حقوق بشر، به این فکر افتادم که حالا که میکروفون در اختیاره، حالا که دوربین در اختیاره، برای این مسئله چه کار باید کرد؟ یعنی ما اقلا از این دوربین این استفاده رو بکنیم که اینها رو کنار هم بگذاریم، بگیم که اتفاق بدی نمیافته، فردا صبح خورشید طلوع میکنه، بهایی ها مگه بیان بشینن مثل ما دست دارن، پا دارن، معیارهای اخلاقی دارن، کار زشتی نمی کنند و هموطنان ما هستن، اصلا این موضوع مسخره است. و انگیزه من این بود که در جهت ایجاد فضای بازتر برای هموطنان بهایی هم و کم کردن فشار بر اونها باید کاری کرد و این راه به نظرم رسید. و اگر هم دقت بکنید برنامه‌هایی که انجام می‌شد مثل بعضی از برنامه‌ها که الان داره اجرا میشه، ولی اصلا محتوای مناظره اون نداره، یعنی بیشتر اصلا تعریف میکنن یا یک سری جنبه به اصطلاح مثل رپورتاج آگهی میمونه. برگزار کردن اینو برنامه به منم پیشنهاد شد، ولی یعنی به من گفته شد که شما بیا این برنامه رو انجام بده، پول خوبی هم میدادن، گفتم بیا اینو انجام بده، ما اینقدر هم بگیر و چیز میشه. منتها به جایی که اینا مناظره کنن، نقد کنن نظر هم دیگر رو، وجوه اشتراک و خوبی های هم دیگر رو بگن. شما آقای فرزنده فکر کردید که این دین های مختلف رو که دور هم جمع بکنید چه اتفاق مفیدی میفته؟ اتفاق مفیدش عرض کردم، بزرگترین نقطه مثبتش کم کردن فشار بر بهائیان ایران بود. دو، از نظر من با جهتی که من سعی میکردم برنامه را هدایت بکنم، ایجاد پرسش در مورد حقانیت هر کدوم از این ادیان و ایجاد قابلیت مقایسه برای بیننده ها بود که بین این نظرات مختلف خودشون برن به نتایج تازه تری برسن و بتونن اون چرا که بهشون گفته میشه حلاجی بکنن، پرسش مطرح کنن و سطح آگاهی خودشون رو بالا ببرن از حالت که چه بشه؟ که تحمل اجتماعی عقاید همدیگه بیشتر بشه و ما به این نتیجه نرسیم که اگر که شما من باهایی بودم یا شما باهایی بودید یا آقای حسن باهایی بود، به مجردی که حرفی زد ما باید با چاقو شکمشو پاره بکنیم. ایجاد تحمل، تولرانس و بالا بردن ظرفیت، امنیت اجتماعی در واقع نهایتا، در واقع تولرانس یعنی ظرفیت اجتماعی رو بالا میبرید، یعنی امنیت رو میبرید بالا. آقای فرزنده شما چند تلویزیون عوض کردین؟ بله، یکی دو بار در آپادانا بودید، بعد در کانال یک بودید. من اطلاع دارم که شما با مؤسس
تلویزیون اندیشه قبل از اینکه این تلویزیون به وجود بیاد مشاورت میکردید و شاید که این تلویزیون اندیشه در واقع نوزادی باشه که از ذهنیت شما برخواسته. نه ببینید، تلویزیون اندیشه به خاطر برنامه من به وجود اومد، ولی من فکر نکرده بودم که به تلویزیون برسیم. بعد از اینکه همکاری من با تلویزیون آبادانا تمام شد، چون اسپانسر برنامه من شده بودند آقای مهندس نادر دورمانی، بهشون بعد از دو سه هفته که قطع شده بود رابطه ما رو، به من زنگ زدن گفتن چی کار میکنی؟ گفتم پیچه دیگه اومدم بیرون. گفت اومدم بیرون چیه؟ تو برو جنوب کالیفرنیا، اونجا یکی از این تلویزیون ها رو انتخاب کن، من هزینه تو میدم، هر هفته بری برنامه تجرا کنی بیای. اینه ایشون گفت. و در اینا چشم بذار، اگه جایی رو نپسندیدی و دیدی امکانی هست که تلویزیون به وجود بیاریم، به وجود خواهیم بود. منم اومدم جنوب کالیفرنیا، من دیدم این تلویزیون ها جایی برای آدم های شبیه من ندارن. همه چیز خیلی مشخصه، یکی شاه داره، یکی شاهزاده داره، یکی بالای چشم مصدق اگه بگی ابروه شکم تو پاره میکنه، و خلاصه وضع خیلی کلاسش بالاست، من اصلا متوجه نمیشم. برگشتم به ایشون گفتم آقا نمیشه کاری کرد. بعد گفت خیلی خوب، یه جا رو پیدا کن میگیریم. یه تلویزیون وجود داشت در جنوب کالیفرنیا، یعنی تلویزیون آزادی، که تعطیل شده بود، جاش بود، محلش بود، دوربیناش هم بود، وسایلش هم بود. من با آقای ناصر فرخ که اون موقع اونجا رو خریده بودن آشنا شدم. آقای ناصر فرخ اون محل رو با تجهیزاتش، محل که مال ایشون نبود، یعنی قرارداد و همه این حرفا رو، به مبلغ 200,000 دلار فروخت به آقای دورمانی. برای اینکه، و بعد آقای دورمانی به من گفت اسم پیشنهاد کن، من 20 تا اسم پیشنهاد کردم. وقتی با ایشون صحبت می‌کردم، ایشون روی اسم اندیشه تکیه کرد، من بدون اینکه موافقت ایشون بگیرم اسم اندیشه رو اعلام کرد. و از اون تاریخ در واقع تلویزیون اندیشه به خاطر برنامه نسیم شمال تأسیس شد. شما وقتی که این برنامه رو شروع کردید دیگه شهره آفاق شدید و همه دنیا بعد از اون شما رو شناختن، و هنوز هم شما با همون نسیم شمال، بعضی ها اصلا شما رو آقای نسیم شمال میشناسن، که اون آقای نسیم شمال میگن کجاست. و بعد هم برنامه دیگری اضافه کردید و اوج کارتون بود. مختصرا بفرمایید که چطور شد که به این همکاریتون بر بار اول خاتمه دادید؟ آقای دورمانی یک بیزنسمن و امکانات مالی خودش رو هم تا اونجایی که من میدونم از طریق بیزنس فراهم کرده، و من یه اساسنامه‌ای رو با ایشون نوشتم و هر دوام امضا کردیم که ایشون تا 2 سال نمیتونه انتظار اینو داشته باشه که درآمد هزینه ما با هم بخونه. اول باید همشو بده، بعد باید 50% چه بده، بعد از 2 سال باید ببینیم کجای کار وایسادیم. و امیدواریم که مبلغ مختصر تری رو، یعنی کمتری رو، ایشون ادامه بده کمک. ولی برای ایشون همیشه روشن بود و هست، امضای من و امضای ایشون هست، که هیچ وقت این تلویزیون به درآمد و هزینه کامل نمیرسه. به مجردی که ما اینو گرفتیم، دوستان از این طرف، دوستان تلویزیونی که متوجه شدن یه آدم ثروتمندی وارد کار شده، اینها سعی کردن که روی آقای دورمانی نفوذ بکنن. آقای دورمانی شروع کرد به فشار آوردن برای اینکه آقا تلویزیونی که هنوز رو آنتن نرفته، ما باید آگهی براش بگیریم. من هی به ایشون گفتم آقای دورمانی برادر، اصلا امکان نداره همچین چیزی، تلویزیون باید بیاد رو آنتن، 6 ماهی خودشو عرضه بکنه، مردم قبولش بکنن، بعد بشه آگهی گیر. بالاخره وقتی ایشون خیلی فشار آورد، من دست به رفتنم خوبه، مرد رزم، مرد حزم هم باید باشد، یعنی کسی که اهل جنگه، اهل فرار هم باید باشه. من وقتی دیدم وضع اینجوری، خیلی محترمانه استعفا دادم. ایشون هم اومد و استعفای منم قبول شد و بندم رفتم و مدتی
کار نمی کردم تا آقای، یعنی چند ماه طول کشید تا همکاریمو با جناب همایون آغاز کردم در تلویزیون کانال یک. دو دوره با آقای همایون همکاری داشتم تا مشکلات مالی برای ایشون پیش اومد و قطع صدای تلویزیون آنتناشون که این رابطه ما قطع شد. چطور شد دو مرتبه به تلویزیون اندیشه برگشتین، این بار به سمت مدیریت تلویزیون اندیشه برگشتین؟ این داستان جالبی داره، اینو مدیون ندا آقا سلطان هست. یعنی خوردیم ما به 1388، سه روز بعد از قتل ندا آقا سلطان توسط عوامل جمهوری اسلامی، یه برنامه یادواری گذاشته بودن از ندا آقا سلطان در دانشگاه استنفورد. من رفتم در اون برنامه شرکت کردم. بعد که برگشتم دیدم که تلویزیون اندیشه داره یه برنامه موزیک و رقص پخش میکنه و اصلا هیچ نشانه از توجه به این رویدادها در ایران توش اصلا نیست. تلفن رو برداشتم، مدت ها بود با آقای درمانی صحبت نکرده بودم، تلفن رو برداشتم گفتم نادر، خب تو اگه پول نداری پروداکشن تهیه کنی این کار چیه داری میکنی؟ یا درشو ببند یا اقلا یه کیبل بگیر فاکس نیوز رو پخش کن، اون داره این صحنه ها رو برای مردم پخش میکنه، این کارو بکن. آقای نادر درمانی من گفت ببین کی داره به من حرف میزنه، کسی که منو تنها گذاشته و رفته، حالا داره از من انتقاد میکنه، اگه تو اونجا بودی اینجوری میشد؟ گفتم دردت همینه؟ گفت آره، اگه تو اونجا بودی روزی دو ساعت صبح دو ساعت عصر به من برنامه میدادی منم آبرویی داشتم وسط مردم. گفتم اگه مشکل همینه به مدیرت بگو وقتو باز کن، من پس فردا تو تلویزیون اندیشم تو جنوب کالیفرنیا. گفت چقدر میخوای؟ گفتم که از ندا بپرس. گفت یعنی چی از ندا؟ گفتم خب ندا مگه برای خونش پول خواسته؟ من فقط برای اون میرم، میرم دو هفته این کارو میکنم، بعد از این دو هفته خودت میدونی و تلویزیونت یا برمیگردی به این برنامه ها یا دیگه بر نمیگردی. بنده اومدم و تلویزیون اندیشه از اون روز کاملا سیاسی شد. و شما به سمت مدیر اونجا برمیده شده؟ اول مدیر نبودم، برای اینکه اولش آقای مدیر اونجا آقای زهاب بودن، آقای زهاب بودن. بعد آقای زهاب دچار اختلاف شدن، با آقای درمانی رفتن. آقای درمانی به من گفتن شما دو سه روز باش تا من یه نفر رو پیدا کنم. دو سه روز بیشتر شد. سه سال کشید. آقای فرزنده، شما اگر خواستید به این سوال جواب ندید فقط بفرمایید که باشه برای بعد، من همین کار رو میکنم. شما اطلاع دارید که در مورد مدیر سابق تلویزیون اندیشه که پرونده‌ای علیه تلویزیون اندیشه فایل شده بوده در اون زمان که بعد از این در زمانی که آقای زهاب بیرون اومده بودن و گویا که شکایتی از طرف ایشان از شبکه اندیشه شده بوده، که حالا سوال من راجع به اون نوع شکایت و اینها نیست، اینکه بعداً در دادگاه وقتی به مصالحه میکشه این کار و صلح میکنن، جزء صلحنامه‌شون این بوده است که اون پرونده برای پابلیک اینفورمیشن محدود بشه و محرومون بشه و در اطلاعات داخل پرونده جزء شرایطی که طرفین قبول میکنن این بوده که بسته بشه و این پرونده همچنان بسته هست. شما در این مورد اطلاعی دارید؟ من در این مورد که آقای زهاب، بعد از که آقای زهاب اگر اشتباه نکنم دخترشون وکیلن، حقوقدان هستن، مثل این که نارضایتی هایی داشتن که شکایتی کردند، ولی این که شکایت تا اونجاییم که من میدونم و من یه دفعه پرسیدم گفتن این مسئله تمام شده است، یعنی ستل کردن. اما پرونده ستلمنتشون بقیه شو من اصلا هیچی نمیدونم، برای اولین بارم از دارم میشنم. سوال دیگم اینه که در شبکه اندیشه
زمانی که شما اونجا بودید یک واقعی اتفاق افتاد که در این 37 ساله تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده. دو مرتبه ما با جمع‌آوری پول در این 40 سال گذشته مواجه بودیم، یکی در مورد اون زلزله و خسارتی بود که به ایران وارد شده بود و مردم پول جمع‌آوری کردن و حدود 1 میلیون دلار پول جمع شد بین تلویزیون ها و اینها. بار دومش که نیمی از اون مبلغ توسط تلویزیون اندیشه جمع شد و همه دوستان شما معتقد هستند که اگر که فرامرز فروزنده در تلویزیون اندیشه نبود و اگر او در اصطلاح معمول مدیریت نمی کرد و ریسک رو نمی گذاشت، این اقدام عملی نمی شد و این کار سرانجام نمی گرفت و اساسا این پول جمع نمی شد و این قدرت به وجود نمی آمد. و ما دیدیم که بعد از اینکه این جریان اتفاق افتاد و این قدرت مالی فراهم شد، به فاصله کوتاهی شما به علت عقاید سیاسی که داشتید، که بیشتر این عقاید سیاسی شما هم در جهت عدم حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و همینطور در جهت دفاع از ملیت ایران در مقابل حکومت ایران، که در سیاست لس آنجلس دولت و ملت یکی هستند، یعنی برای مبارزه با دولت باید با ملت مبارزه کرد، و شما جزو کسانی بودید یا اولین کسانی بودید که در واقع این طلسم رو شکستید و گفتید که مبارزه با دولت باید مبارزه با دولت باشه و حمایت از ملت باید مستقل از حمله به دولت باشه. یعنی ما برای اینکه دولت رو تنبیه بکنیم اجازه نداریم که ملت رو تنبیه بکنیم. و این حرف شما در ارتباط با سیاست اون روز و همین امروز و کشورهایی که با این نوع فکر و اندیشه مخالفن، من جمله یادم میاد در مورد بمباران ایران شما مورد سوال قرار گرفتید در یکی از برنامه‌هاتون و صریحا اظهاراتی کردید که حالا خودتون در اینجا تکرار خواهید کرد، من در حضور شما نمیخوام که نقل قول بکنم. سوال اولم این است که نقش شما در اون جمع‌آوری پول به چه صورتی بوده و این موضوع با مخالفت شما با شاهزاده رضا پهلوی و قطع کار شما در تلویزیون اندیشه، مجموعه این مثلث، شما کجای این مثلث بودید؟ ببینید، من درسته که یک جمهوری خواهم و اصلا فکر نمی کنم که بازگشت سلطنت در ایران یک اقدام بسیار درخشانی که باید اتفاق بیفته. خیر، تمام شده. اما نون و نمک سرم میشه، یعنی روابط انسانی سرم میشه. من با آقای دورمانی قبل وقتی این فکر مطرح شد گفتم ببخشید پس اون چند روز من نخواهم بود، برای اینکه من نمیخوام در این کار شرکت کنم. آقای دورمانی گفتند که من میرم سراغ، پس باید برم سراغ دیگران. رفتن سراغ همین آقای کاردان که الان مدیره، یکی از کسانی بود. بعد با ایشون به توافق نرسیدن. آقای کاردان که امروز در واقع آتش بیار شورای ملی هم هستن. آتش بیار؟ یعنی خیلی به هر حال با آقایون یکی هن و حمایت آقایون رو پشت سر خودشون دارن. همین آقای کاردان اومد تو اتاق من، شما دیده بودید، وایستاد در اونجا و گفتش که من به عنوان یه هنرمند نمیتونم سمت سوی سیاسی داشته باشم. ولی البته الان دارن تلویزیون کاملا راست افراطی سلطنت طلب رو مدیریت شد دارند و این با شأن هنریشون هم در تضاد نیست. ولی من گفتم من با این نمیتونم و نمیام. آقای دورمانی 3 روز یا 4 روز قبل از فاندریزینگ آمدن به لس آنجلس، با هر کسی که صحبت کردند به توافق نرسیدن. روز جمعه قرار بود که این فاندریزینگ انجام بشه و روز چهارشنبه
ما صبحونه داشتیم با هم میخوردیم تو آشپزخونه تلویزیون، دیدم آقای درمانی خیلی ناراحته و پکره. گفتم آقای درمانی چطه؟ گفت چی تو 48 ساعت دیگه فاندریزینگ داریم ولی من هنوز کسی رو ندارم که این کارو بکنم. من با خودم فکر کردم اگر من شهرت و اعتباری پیدا کردم، این وسیله رو این مرد فراهم کرده، این تمام این امکانات رو این در اختیار من قرار داده و حالا روزی است که این مرد احتیاج به همراهی و مساعدت و کمک داره. وقتی دیدم همه جا اصلا هر یک کسی 25% ازش خواسته بود، یکی 30% خواسته بود، یک کسی شرایط دیگه ای تعیین کرده بود، یک کسی به دلیل اینکه با کار سیاسی جور نیست اصلا رد کرده بود، بعد مدیریت رو سرش گذاشت، هر ولوا هم کرد. خب من وقتی اینا دیدم دست دادم پشت آقای درمانی، گفتم نادر من تنهات نمیذارم، اگر کسی رو پیدا نکردی من تو رو تنها نمیذارم. و خب روز جمعه شد هیچ کس نبود. به طب من رفتم اون بالا و اون کارو کردم. بچه هم چوب زیادی خوردم از طرف جمهوری خواها، از طرف مخالفان سلطنت که آقا تو خود تو فروختی به سلطنت طلبا، به مدیریت فلان. برای من اینا مهم نبود. من با یک کسی کار کرده بودم و بهش معتقد بودم که این کمکو کرده، تو زندگی من اثر گذاشته، حالا اثر مادی نذاشته ولی اثر غیر مادی گذاشته و این رو میفهمم. حالا او احتیاج داره که من جواب بدم و جواب دادم، پایشم ایستادم. همونطور که امروز به خاطر ارادت به شما از ساعت 7 صبح بلند شدم، خودم آماده کردم تا ساعت 5 رو بعد از خدمت شما بزنم. چرا؟ به خاطر این که هر وقتم من از شما صدا کردم که آقا فلان جا کارو داریم، آقای دکتر بیا کمک، شما نه نگفتی اومدی. اینا روابط طبیعی انسانیه که باید وجود داشته باشه، نیست؟ و برای من خسارتش قابل قبول بود در مقابل اون دینی که به نادر درمانی حس میکرد. اون وقت بعد چه اتفاقی افتاد که شما چی آقای درمانی؟ آقای درمانی نمیدونم این برنامه رو نگاه میکنه یا نه، چند بار این قضایی رو گفتم ولی سوال میکنن باید جواب بدم. اینکه آخه در یه جا در طرح موضوعتون گفتید که شاید به این علت بوده که شما مخالف سلطنت بودید، چون شما مخالفت هم کردید. آخه درسته، ولی بعد از من دشمن سلطنت اومد شد مدیر، یعنی آقای کوروش عرفانی. بسیار آدم متفکریه کوروش عرفانی، الان هم تلویزیون دیدگاه رو داره، فوق العاده مباحث زیبایی رو مطرح میکنه، درخشانی رو مطرح میکنه و بهش انظر کارش ارادت دارن. ولی اینها اومدن با آقای بیژن افتخاری یه تحریر تهیه کردن، آقای درمانی میخواست تلویزیون رو به درآمد هزینه برسونه، با پاورپوینت و ماورپوینت صحبت کردن، بیان ظرف 6 ماه تلویزیون به درآمد هزینه میرسه، همه چی مسائل حل میشه. آقای درمانی زیر پاشو نشستن، آقای درمانی هم کودتا کرد علیه من. یعنی به من نگفت برو، به من گفت این آقایون میان این سمت ها رو دارن، شما هم برنامه داشته باش. البته این بعد از این بود که شما چندین مورد اشاره منفی به سیستم سلطنت کرده بودید. بنده خیلی از این کار رو کردم، اصلا میشه در موردش کتاب نوشت. هنوزم آمادم این کار بکنم، هنوزم میکنم این کار، برای اینکه من دیوانه بودم که با این به انقلاب ایران بپیوندم. نظام سلطنتی ایران یک نظام خودکامه تک نفری بود، سالهای سال مملکت رو آقای علم اداره میکرد و پادشاه. خب نچشم دیدیم چطور شد. میخواید وارد این بحث بشیم؟ خیلی بحث جالبی ها، به اونجا هم خواهیم رسید. ولی میخوام عرض بکنم که به نظر جناب عالی یک آدم، به هر حال یک شخصی مثل آقای درمانی، چطور که شماری که اگر هم که هر عیبی داشته باشید صداقت دارید در کارتون و اون چی که هست بیان میکنید و این خیلی خصیصه مهمیه که خصیصه مهمیه ولی خصیصه خوبی نیست. وقتی شما ببینید منظور من اینه که چرا ایشون یک آدمی رو که خیلی
صالح و صادق صالحه ولی با او هم عقیده نیست. چرا وقتی یک کسی رو آوردن که پشت سرشون صحبت هایی دیگه اجازه بدید نریم دنبال اون پشت سری، نه برای اینکه بذارین که خود ایشون بهتر از هستیه، هر کس دیگه اشکالات و امتیازات مدیرانشو میدونه. عقاید که مردم راجع به افرادی که برای مدیریت آورده بودن کاملا در جهت مخالف با سلطنت بود، قصد من اونه، نه اینکه مطالب دیگه ای رو بخوام بیان بکنم که اون جزو کار ما نیست اصلا. منظورتون آقای کوروش عرفانیه؟ بله. ببین از کنم خدمتون، اینها یه طرح رو قبلا داده بودن، منم با آقای دورمانی داده بودم، خودم خونده بودم خندم گرفته بود، دورمانی هم خونده بود خندش گرفته بود. من گفت ول کن آقا، اینا که اصلا معلومه این کاری نیستن. بعد آقایون اومدن شکل و شمایلشو دورمانی پسند کردن، یعنی پاورپوینت گذاشتن، نمودار کشیدن، سبز، قرمز، آبی، اول اینجوری میشه. بعد از 6 ماه میدونی سوال صریح من اینه که آقای دورمانی انقدر در بازار سیاست هستند یا نیستند، انقدر که بدانند که این شخصی رو که دارن میپذیرن و پیشنهادش رو گوش میدن لااقل شایعات مجاهد بودن پشت سرش، اگر هم نمی بوده. ببینید یک چیز دیگه بگم، آخه یه ویژگی آدم ها هم از روی سابقه کارشون، تحصیلاتشون اینا میشه فهمید. آقای دورمانی یک شخصیتی گذشت مالی خیلی زیادی من ازش دیدم، برای آدم های مختلف، برای جاهای مختلف، تا اونجایی که من با ایشون ارتباط داشتم پول داده، کمک کرده، خیلی کارا کرده. ولی دورمانی یک بیزنسمنه. بیزنسش چیه؟ اتومبیله. بیزنسش خوشبختانه روز به روز رشد کرده، الان کمپانیای بزرگی داره. بعضی از این کمپانیایی هم فروش اتومبیل دست دومه. شما دیدید این میرید این لاتاپ 600 میلیون پولشه، این لاتای فروش اتومبیل در همین جنوب کالیفرنیا بزرگترینش. میبینید این هفته روز جمعه، معمولا روز فروش اتومبیل جمعه شروع میشه، نه یه سری ماشین میارن جلو، اینا روبان قرمز زدن، قیمتای میزنن روش. هفته دیگه که میرید یه سری ماشین دیگه هست روبان آبی زدن. دیده نادر دورمانی در بیزنس دید فروش اتومبیله. یعنی چی؟ یعنی دید دراز مدت نیست، دید میان مدت و کوتاه مدته. برداشت من از روانشناسی کار با نادر دورمانی این است که اصولا ایشون مایل نیست که یه آدمی رو برای دوران طولانی در کنار خودش داشته باشه. یعنی ایشون قضاوت سیاسیشون، نه قضاوت سیاسی نیست اینجا اصلا، قضاوت مدیریتیشون، قضاوت سیاسیشون هم روز به روز. یعنی یک آدم سلطنت طلب به نظر شما این عقلانیست که یک آدمی رو که اساسا در اون مسیر حرکت نمیکنه برای این کار. خب ایشون ابتدا منم که در مسیر سلطنت نبودم و انتخاب کرد، به نتیجه خوب رسید. شما غیر سلطنتی هستید، ضد سلطنت نیستید. ولی آقای دورمانی خیلی زود متوجه اشتباهش در این مورد شد، بنابراین این همکاری به یک سال هم نکشید، سر یک سال بود تمام شد. من نمیتونم از دورمانی دفاع کنم، قصدم هم این نیست، ولی دارم متوجه میشم شما چی میگی. بله این سوال برای همه مطرح بود، برای همه مطرح بود که چگونه این تیم ویژه رو شما آوردید گذاشتید بر سر این کار؟ آخه برای چی این کار کردید؟ خود من بهش گفتم اون روزی که با من این صحبت کرد، گفتم کاش از همون لس آنجلسیا یه نفر میذاشتی که سابقهش روشن باشه. آخه من اقلا بگم که به جای من اینو آورد. تو اگه من با شاهزاده رضا پهلوی مخالف بودم، بابا من اومدم وایسادم و پول جمع کردم برای شاهزاده رضا پهلوی. این که اصلا هیچ جور کنار نمیاد با سلطنت. ما دقایق کوتاهی به تنفس میپردازیم، در بازگشت
دو سوال اساسی از آقای فروزنده خواهم کرد. یکی این که با این پول هایی که جمع کردن چه کردن و ایشان چه اطلاعی از این کار دارن، و سوال بعدی که کاملا با این سوال متفاوته، اشاره به خلاصه بیانات ایشان در دو سه جلسه یا دو جلسه که به صورت نقل به مضمون میکنم، من نه این کلمات ایشان رو تکرار بکنم، که اگر امنیت ایران و اگر یک پارچگی ایران مورد مخاطره قرار بگیره، هر سیاستی که در این کار داخل باشه، حتی اسرائیل، مورد مخالفت شدید من خواهد بود و بالاترین ترجیح من در امور سیاسی حفظ استقلال و یک پارچگی ایران هست و من به هیچ عنوان با کسانی که آزادی ایران رو در نابودی ایران میبینن یا به بیان خودشون با بمباران کردن ایران قصد آزادی ایران رو دارند، من با اینها همگام نیستم و اگر به پای آزمایش برسه من در حمایت از این حکومت برخواهم آمد، اگر که حمایت از این حکومت تضمین آزادی و تضمین یک پارچگی اون کشور رو کنه. و فکر میکنم که این اظهارات در شهری مثل لس آنجلس نوعی خودکشی سیاسی محسوب میشه برای کسانی که در رسانه های این شهر زندگی میکنند. به دقایق کوتاهی به تنفس میپردازیم، باز میگردیم با شما خواهیم بود.